اشتیاقوم ایون خلیلوف عبدالکریم عبدالجلیلوویچ را بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی، ماده های تجاوز به ناموس و آدمکشی گناهگار شناخت و به 29 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی کل گفت طبق فرضیه تفتیشات 3 فوریه سال 2021 تخمینا ساعت 22 خلیلوف در دکان فروش نوشاکی های سپیرتی واقع در کوچه یوسفی شهر ایسار تخمینا 500 گرم نوشاکی سپیرتی عرق استعمال کرده مست می شود. در دکان مذکور قهار و شامگل جمشیدونه قرار داشته، اونیز از استعمال عرق مست شده بود. خلیلوف می بیند که قهار و در حالت مستی قرار داشته، حرکت و کردارهای خود را اداره کرده نمی تواند. به خود مقصد می گذارد که با نام برده علاقه جنسی کند. با این مقصد او به نزد ترمینال مسافرکشانی شهر ایسار آمده، ماشین تمغه اوپل را کرا کرده، براننده میگوید که او و معشوقش مست شدند. آنها را تا به نزد مهمانخانه ده بید برده رساند. در آنجا خلیلوف زن را به طرف چپ کانال روی ماشینگرد کوچه قیوموف شهر ایسار گذرانیده، از وضعیت عاجزانه یعنی در حالت مستی و بیهوشی قرار داشتن قهار و استفاده برده، با او یک مرتبه علاقه جنسی می نماید. خلیلوف قهار و را همانجا گذاشته، خودش به دکان فروش نوشاکی سپیرتی خوشبخت رفته، باز 200 گرم نوشاکی سپیرتی استعمال کرده، در حالت مستی به نزد قهار و برگشته، می خواهد بار دیگر با نام برده علاقه جنسی نماید، ولی قهار و کمی به هوش آمده نمی گذارد که خلیلوف با وی علاقه جنسی نماید. از این خلیلوف به غضب آمده، با استفاده زوروری با مشت به قسمت طرف راست رخساره جبر دیده می زند. بعدن باز خلیلوف با سنگ 2 مرتبه دیگر به قسمت سر جبر دیده ضربه زده، بعد از این با قهار و 1 مرتبه دیگر علاقه جنسی می نماید. پس از این خلیلوف دیده و دانسته که قهار و در وضعیت عاجزانه قرار دارد، با نیت روی پوش نمودن جنایت تجاوز به ناموس جبر دیده با مقصد آدمکشی، یعنی قصدن از حیات محروم ساختن قهار و با دست چپش گلوی نامبرده را فشرده است. در نتیجه راههای نفسگیری قهار و محکم شده در جای حادثه به هلاکت رسیده است و خلیلوف باشد از جای حادثه غیب می زند. گفته می شود در گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان.